درود بر شما، سیامک دهخانپور هستم و این ویژه برنامه صدای آمریکا ایالات متحده و اسرائیل 75 سال پشتیبانی است. توقف تاکتیکی حملات به غزه به دلیل انتقال کمک‌های انسانی و آزادی احتمالی گروگان‌ها موضوع بحث مقام‌های آمریکایی با همتایان اسرائیلی و منطقه‌شون در این روزهاست. بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی آمریکا، قائم مقام تیم اطلاعات و امنیت در دوره انتقال قدرت از دولت اوباما به دولت ترامپ در سال 2016 از تگزاس مهمان این بخش از برنامه هستند. آقای کیان، خیلی ممنون، بعد از مدت‌ها در خدمت شما هستیم، خوشحالیم. آقای بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، دومین سفرش رو به منطقه انجام داد. آقای بایدن همون روزهای اول به اسرائیل رفت. الان آقای برنز، رئیس CIA در منطقه است. فکر می‌کنید دولت بایدن سیاست مؤثری رو در قبال جنگ اسرائیل و حماس در پیش گرفته؟ حمایت علنی و انتقاد و فشار غیر علنی. خوشحالم با شما هستم سیامک عزیز، آقای دهخانپور گرامی و بینندگان بسیار محترم شما، درود و سلام می‌فرستم. سوال شما سوال بسیار مهم نیست. برای اینکه اجازه بدید من با این شروع بکنم، اون چیزی که در آخر صحبت خواستم بگم اینه که نتیجه همه حمایتی که از دولت اسرائیل در دفاع از خودش اتفاق افتاده، آیت الله خامنه ای رو که توجه بیشتری به احوالات ایشان داریم این روزها، در حالت رکوع دیپلماتیک قرار داد و در راه انجام سجده دیپلماتیک قرار داد. یعنی کاملا می‌بینیم که ایشان و همراهانشان غافلگیر شدند. البته هنوز هم با صدای حمایت از گروه‌های تروریستی صحبت می‌کنند، ولی بدون شک در سرازیری افتادن که میدانند که این دامی است که در این گرداب میتونه جمهوری اسلامی طرح بشه، حامیانش از دست میده و این حمایت بسیار مثبت بوده. ببینید، همیشه در از این 75 سال حمایت بوده، ولی سوال مهم امروز اینجاست که همینطور که تنش ها بالا میره، امروز واشنگتن، دولت آقای بایدن به نظر میرسه انقدر نگرانه کاهش تنش‌ها هست و انقدر نگران اینه که تنش‌ها بالاتر نره، جنگ گسترش پیدا نکنه، که آقای دهخانپور عزیز بکنم از اون طرف پشت بام ممکنه بیفتن، انقدر که با احتیاط عمل کنه. الان موقعشه که دولت ایالات متحده تمام کمکی رو که میتواند در اختیار اسرائیل در راه دفاع مشروع از دولت اسرائیل، از تنها دموکراسی که در منطقه وجود داره، تمام حمایتش رو، و نه فقط اطلاعی مطبوعاتی، نه سفرهای دیپلماتیک که به هر حال بسیار لازمه، بسیار هم خوب است، ولی چیزی که من واقعا دلم بخواد نگاه بکنم و ببینم اینه که چه دره بین حرف و عمل وجود داره. بله، بسیار بسیار کارهای مثبتی بوده. آقای بایدن اونجا رفتن صحبت کردن، آقای بلینکن رفتن، آقای بایدن اطلاعی مشترک با کشورهای دیگه در حمایت از اسرائیل صادر کردن. همه اینا هست و همه اینا مثبته، همونطور که در 75 سال گذشته بوده. ولی سیامک جان، من فکر کنم بایستی به این توجه کنیم در هر دوره‌ای اسرائیل قوی بوده و حمایت دولت ایالات متحده به صورت عملی از اسرائیل قوی بوده، صلح امکان پذیرتر شد و این حراس از افزایش تنش این شرایط رو ایجاد کرده. البته بایستی ما متواضعانه به پیچیدگی مسئله هم اذعان داشته باشیم. اتفاقا همین نکته که اشاره کردید، این پیچیدگی مسئله خیلی مهمه. می‌خواستم پرسش بعدی در همین ارتباط بپرسم، چون خودتون اطلاع دارید که خب اشاره کردیم که اون کمک 14 بیش از 14 میلیارد دلاری رو کنگره تصویب کرده و اعزام کم سابقه نیروهای آمریکا به شرق دریای مدیترانه رو شاهد هستیم و حتی درگیری‌هایی که الان بین آمریکا در واقع پایگاه‌هایی که جمهوری اسلامی و گروه نیابتیش در سوریه و عراق داشتن و این درگیری‌ها در این روزهای اخیر افزایش هم پیدا کرده. ولی شما از اگر اشتباه نکنم از دوره رونالد ریگان در دولت برشک بودید و
سمت‌هایی داشتید به اشکال مختلف و آشنا هستید با این سازوکاری که اشاره کردید. آمریکا چه نقش مهمی رو در مقاطع مختلف تاریخی ایفا کرده، ولی عده انتقاد می‌کنن که این حمایت آمریکا از اسرائیل که حالا به توصیف بعضیا بی قید و شرط بوده باعث شده که آمریکا یک میانجی بی‌طرفی نبوده و این ضربه زده، اگرچه اقدامات زیادی از زمان دولت کارتر تا کلینتون و ترامپ که خود شما هم در جریان بودید انجام شد. فکر می‌کنید که این انتقاد وارده که این حمایت آمریکا باعث شده که در واقع نتونه میانجی بی‌طرفی باشه؟ ببینید، کسانی که چنین بحثی رو پیش می‌کشن و حمایت ایالات متحده از اسرائیل رو زیر سوال میبرند، باید توجه داشته باشند که شرایط رو بررسی کنند، تاریخ رو نگاه کنند، ببینند که هر زمان در دیپلماسی اصطلاحی هست که به اون روشنایی روز میگن، یعنی وقتی که اختلافی بین دو سیاستگزار، دو مملکت وجود داره، این اختلافات هرچی بیشتر بشه، روشنایی یعنی اون باز بودن، اون دور بودن، اون اصطلاح پیچیده است. مفهومش اینه، وقتی میگن که هیچ روشنایی روز بین دو کشور وجود نداره، یعنی در حقیقت هیچ اختلافی در سیاست گذاریشون ندارن. یه وقتی آقای اوباما شروع برعکس اون چیزی که شما یعنی کسایی که اعتقاد میکنن توجه کنن که وقتی آقای اوباما آمدن و گفتن که نه، اینه که ما بگیم که هیچ تفاوتی بین سیاست‌های اسرائیل و منافع اسرائیل و منافع ایالات متحده وجود نداره و ما بایستی همیشه همگام با منافع اسرائیل حرکت بکنیم، آقای اوباما اینو زیر سوال بردن. ببینید نتیجه چه شد. ببینید، به محض اینکه واشنگتن حمایتش رو پایین آورد، اسرائیل رو ضعیف‌تر نشان پاس بده، البته امروز اسرائیل با تمام کمک‌هایی که مالی که بهش میشه، همه این کمک‌ها بیشتر از 16% از بودجه دفاعی اسرائیل تشکیل نمیده، با اینکه بسیار مهمه، بسیار ضروریه، ولی اونطور نیست که بخش عمده کمک‌های نظامی. به نظر من باید این کمک‌ها بیشتر بشه، درست برعکس. برای حفظ صلح هیچ راهی وجود نداره. و آقای دهقانپور و بینندگان محترم که با قدرت با تهدید نظامی و استراتژیک راهبردی روبرو شد. وگرنه به نظر من منطق حکم میکنه که وقتی شما ضعف نشان بدید در مقابل گروهی که تروریسته، در منشور خودش نوشته هدف من نابودی اسرائیله، این شک و شبهه رو باقی نمیگذاره. بنابراین هرچه قویتر عمل بشه، هرچه قاطعانه عمل بشه، امکان برقراری صلح بالاتر خواهد رفت. البته میگم خیلی مشکله که ما از یک زاویه بسیار تنگ به این مسئله نگاه بکنیم. کدام قلب انسانی است که از مرگ یک کودک، فرق نمیکنه که این کودک فلسطینی باشه یا اسرائیلی باشه، کدام انسانی است که قلبش آزرده نشه؟ کدام انسانی است که از مرگ بیدلیل و نابودی انسانهایی که هیچ گناهی ندارن، نظامی نیستن، برای جنگ نیومدن، در منزلشون در کنار خانوادهشون زندگی میکنن و از بین میرن، حالا فرق نمیکنه، هر وقت این اتفاق بیفته یک فاجعه انسانیه. بنابراین نه، من با کسانی که میگویند که واشنگتن نباید حمایت بکنه از اسرائیل مخالف هستم، ولی در ضمن دولت آقای بایدن هم باید یک کمی فراتر بره از اینی که اطلاعیه مطبوعاتی صادر بکنه، سفر بکنه و نشان بده که درگیر دیپلماسی هست. الان اسرائیل به اسلحه بیشتری احتیاج داره، احتیاج داره که قاطعانه با این گروه تروریستی حماس روبرو بشه. و به نظر من حرف آقای بایدن رو باید تکرار کنیم. یه وقتی گفتن که اسرائیل برای ما حضورش ضروریه در منطقه و اگر اسرائیل نبود ما میبایستی اسرائیل جدیدی را اختراع میکرد. صحبت آقای بایدن. بله. بنابراین من فکر میکنم، امیدوارم که دولت آقای بایدن از صدور اطلاعیه و حرکات بسیار بسیار موزون دیپلماتیک بیشتر بره، و حالا که آقای پوتین، آقای شی، آقای خامنه ای، بله، اونا دوتا در حال رکوع دیپلماتیک نیستن، ولی آقای خامنه‌ای به طور شک در رکوع دیپلماتیک و در راه به سوی سجده دیپلماتیک هست. من فکر کنم چاره دیگه‌ای هم نداره و حق داره که ترسیده باشه.
حق داره که موجودیت خودش رو در خطر بده. سپاسگزارم از شما آقای بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی آمریکا که از هیوستن تگزاس با ما بودن. تا دیدار دیگر، بدرود.